بسم الله الرحمن الرحیم دوستان خوب آلایی ماهی های عزیز به 17 همین جلسه هندسه 11 هم رسیدیم رشته ریاضی مجموعه تا صد هندسه 11 هم داره تلاش میکنه که هندسه 11 هم برای شما دستیافتنی تر بشه امروز در ادامه بحث دایره محیطی مسلس یه سری نکته ترکیبی میخوایم بریم جلو یه چند تا نکته خیلی خیلی خاص میخوایم بریم جلو امروز خلاصه روز پر حرفای خیلی هندسی میخوایم بزنیم بریم ببینیم امروز چه خبره تستای جونداری حل میشه امیدوارم از کلاس امروز بیشترین استفاده رو ببرید سوال شماره 65 در مثلث متساوی ساقین آبسه طول ارتفاع وارد بر قاعده بسه نصف فاصله رأس بی تا محل تقاطع نیمساز های خارجی دو رأس دیگر است خود این جمله رو بخواید بفهمید واقعا به نظرم دو تا لیسانس هندسه میخواد نسبت شاه دایره معاتی داخلی به شاه دایره محیطی در این مسلس کدام است دیگه به دکترهای هندسه رسیدید دیگه دیگه چیزی نمونده که به اینجا برسید بریم بریم اصلا چی داره میگه با من بیاد روی تخته بچه ها. این مسلس آبسه متصابی و ساقه خب آقا تو مثلث متساوی ساقین چی میدونیم؟ دو زل برابرن نیمساز میانه ارتفاع بر هم منطبقن نیمساز خارجی با قاعده موازیه نیمساز خارجی رأس مثلث متساوی ساقین با قاعده موازیه اینو به عنوان یه نکته داشته باش این حتما با این موازیه دلیلش معلوم هم معلومه ها به نیمساز داخلی جفتشون عموده دیگه نیمساز داخلی که همزمان ارتفاع و فلان و فلانم هست بعد سوال چی داره میگه میگه ارتفاع وارد بر ب نصف فاصله ب تا محل تقاطع نیم سازه خارجیه یعنی داره میگه AH نصف اینه خب آ رو بیار بذار اینجا آ رو بیار بذار اینجا الان این نصف اینه اینا من امتداد بدم که دیگه خیلی بی ربط نباشه این نصف پس این سی درجه است درسته اگه توی یه مسلس قائم و زاویه مسلس قرمزه رو دارم میگم زل قائم نصف و تر باشه زاویه رو حتما سی درجه است دیگه این خودش نیمساز بیه چرا؟ چون این نقطه محل همرسی دوتا نیمساز خارجی باشه روی نیمساز داخلی رست سوم هم قرار داره پس اگه این سی باشه اونورم رم سیه یعنی زاویه مسلس آبسته شست پس دیگه نگو متصابی ساقینه بگو متصابی این که گفتم یه لیسانس هندسه میخواد برای همینه من اگه همون اولش میگفتم إ, ارتفاع وارد بر قاعده به نصف فاصله به تا محل هم رسیه نیم سازیگر است خب پس مساعد مستویل دیگه قبول میکردی من ببین چقدر استدلال پشتش بود تا به این برسیم مساعد مستویل از داره البته میتونی میگی آقا طراح سوال چرا لغمه رو دو دور دور سر خودش چرخونده خب میگفت در مثلث متصل ازلا نه دیگه در واقع تو این سوال همه این نقطه ها داره پشت سر هم در واقع دوره میشه کاری که ما داریم انجام میدیم که تلاش میکنیم این نکته رو ببینیم هی بگیم،, بگیم 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 که دیگه ملکه ذهن شما بشه خب حالا که مسئول ازلا شد چی از ما خواسته بود شاید دایره ماتی داخلی و شاید دایره محیطی آقا شعاع دایره محاتی داخلی در مثلث متساوی الاضلاع شد چی شد ارتفاع تقسیم بر سه شعاع دایره محیطی شد دو سوم ارتفاع پس نسبت اینا میشه یک دوم حالا میخوای یادت نره این اگه مثلث متصل از باشه مرکزشون که یکیه خب شعاع دایره محیطی میشه فاصله تا رأس شعاع دایره محیطی میشه فاصله تا زل این آره این آر این شاید ارمویتی که با آره بزرگ نشون میدیم شاید در داخلی که با آره کوچیک نشون میدیم معلومه دیگه این باید نصف اون باشه پس چی شد سوال 65 با هم بیاد روی تخته ها روی مانیتور ببخشید جواب گزینه دو داره به دست میاد بریم سوال 66 مثلث قائم مزاویه آب سه که آ 90 درجه است در دایره ای به شاه 5 سانتی متر محاط شده است اگه بچه ها شاید دایره محیطی مساحت خواهم دایره محیطی پنج باشه وترش چنده ده دیگه چون میدونیم شاهش نصفه و اوکی اگر شاید دایره محیطی داخلی هم دو باشه مجموع دوزل آب و آسه چه میشه؟ شاید دایره محیطی هم به داده دو گفته جمع از آب و آسه چی میشه؟ با من بیاید من این شکل رو کشیدم دایره محیطی مثلث آبسه داره به من میگه شاهش ه یعنی این پنج و پنج کلن به سر انگار داره به من میگه دهه شاید داره مواتی داخلی هم داره به من میگه دوه که اگه یادتون باشه بچه ها گفتم که یه نکته بسیار مهم تو از قاهم مزاویه هست و اینم که این مربع میشه یعنی اینا میشن دو خب ببین تو میتونی بری فرمول بزنی بگی آقا آب دو بلا به آس دو میشه ده به توان دو بعد شاید دایره ماتی داخلی هم که براش فرمول داری اس تقسیم بر نمیدونم فلان بالاخره یه کاری با خودت بکنیم به جواب برسی ولی من نمیخوام این کارو بکنم یه چیز خیلی ساده تر اینجا وجود داره بچه ها موافقید بگم که این دوتا با هم مساوی کدوم دوتا این دوتا ببینید مماس هایی که از نقطه ب بر دایره رسم میشه مماس هایی که از نقطه س بر دایره میشن با هم مساوی هن. مثلا اگه این نقطه تماس بذاریم ای که بذاریم به پریم ب سه پریم بر علاوه سه به پریم این دو اینجاست این یکم اینجاست میشه همون به سه میشه ده حالا آب برلاوه علاوه آسه چی میشه میشه جمع این دوتا یه دو هم اینجاست یه دو هم اینجا دیگه ده بر علاوه دو برلاوه علاوه دو میشه چهارده اصلا یه نکته مهم تو مثلث قائم الزاویه اگر زاویه یه آ درجه باشه جمع از آب برلاوه علاوه آسه میشه قطر دایره محیطی به علاوه قطر دایره معاتی نا دا دیگه تو شکل داری می‌بینی دیگه جمع این دوتا تیکه شد قطر دایره محیطی دیگه این با اینجا برابره اینم فهمیدی با این برابره این یه تیکه با این برابره این یه تیکه هم با این برابره جمع این دوتا کلا شد قطر دایره محیطی اون دوتا هم که هر کدوم شاهد دایره معاتی هن جمعشون میشه قطر دایره معاتی پس آبه به علاوه میشه چی قطر دایره محیطی علاوه قطر دایره محطی. این هم یه رابطه تو مستنس خواهر موزاویه اثباتش هم خیلی آسونه البته از رو شکل ها من و شما چون هندسه بازیم اینا رو از رو شکل میگیم چی کار باید بکنیم ولی از رو فرمول هم میشه یعنی شاید داری محیطی و محاطی هم بنویسی میشه اینو ثابت کرد ولی اثباتش یه زر میکنه این در واقعی باید بنویسی مرتب کنی تا به جواب برسی ولی از رو شکل دیگه با خیال راحت پس این هم یه یا رابطه یادت باشه تو مستحس آقای مزاوی کلی ویژگی حالا یه چیز دیگه هم بگم اصلا این مثلث قائم مزاویه و دایره محاطی محیطی خیلی کارا رو راحت میکنن مثلا به شما بگن آقا فاصله مرکز دایره محاتی تا مرکز دایره محیطی چقدره تو مثلث قائم مزاویه؟ کاری نداره که اینجا کافی فی سوار بزنی ببین این که شعاعه، معلومه بالاخره ما شعاع رو باید پیدا کنید. این چقدره ببین این یه تیکه که مماس از رأس میشه پیه منهای آسه اینم که نصف بسه ازش کم بکن این این یه تیکه به دست اومد شعا اینم که شد نصف بسه من های پی منهای آسه یه فیس بزن اینم به دست میاد در حالی که بچه ها فاصله بین مرکز دایره محاطی داخلی و مرکز دایره محیطی تو هر مسلسی اصلا چیز آسونی نیست یعنی حسابی باید بری تا به نتیجه برسی ولی اینجا باید فیساغورس توی این مسلسی که من مشخص کردم تو میتونی فاصله مرکز دایره محاتی و مرکز دایره محیطی رو تو مسلسقه مزاویه پیدا بکنی بالاخره باید اطلاعات تو به داده باشی یا ازدار رو داده بالاخره یه چیزی داده دیگه و اینا رو پیدا بکنی این که شعاعه اینم که گفتم چیزی به دست بیاد یه فیزاغارس رو آی او پیدا بشه پس وقتی خبر از دایره محاطی مستسقه های میشه این یادت باشه که دستت خیلی بازه کلی ویژگی تو شکل هست که اگه درست ازش استفاده بکنی سوال اصلا یه دفعه از هم میپاشه چیزی ازش باقی نمیمونه اوکی 66 ما چند دست آوردیم 14 با من بیاید 66 جواب گزینه 4 سوال 67 اندازه کوچه شعاع کوچکترین و بزرگترین دایره محاطی مسس قائم مساویه به ترتیب یک و شیشه اندازه شعاع دایره محیطیش چقدره داره میگه شعاع کوچکترین و بزرگترین دایره محاطی یه مسس قائم مساویه یک و شیشه بگو شعاع دایره محیطیش چقدر میشه خب با من بیاید کوچکترین دایره محاطی که خب محاطی داخلیه چون سوال نگفته بود کوچکترین دایره مواتی خارجی ها گفته بود کوچکترین دایره ماتی. بزرگترین دایره مواتی هم که اونیه که به وتر مماسه دیگه بیرون دایره و به وتر مماسه خب به من گفته اگه اینا باشن شما بگو شاید دایره محیطیش چی میشه بچا وقتی بحث از مسسقای مزاوی است خیلی وقته به جن که بگن وتر چقدره میگن شاید دایره محیطیش چقدره هر دوتاش یه معنی رو داره چه بگه وتر این مثلث اندازش چقدره بگه شاهد دایره محیطی چون شاهد دایره محیطی همون همون نصف وتره دیگه چیز جدیدی از من نپرسیده هر انگار گفته نصف وتر حتی که بگه میانه وارد بر هم همون سوالو پرسیده دیگه خب حالا بیایم ببینیم چی داریم چی نداریم تو ما سر سقای که فهمیدیم آقا این این دایره است همزمان درسته گفتم این مربع میشه دیگه این سبزه مربع میشه از آ تا سپری میشه شعاع دایره بعد بچه ها اگر دوباره این هم در نظر بگیرید از آ تا سه زگوند میشه باز دوباره شعاع این دایره بزرگیه زیاد فرق نمیکنه دیگه داره اینجا هم این مربع دیگه این چهارزلی بزرگی هم دوباره مربع چون یه زاویه قائمه اینجا داره یه زاویه قائمه اینجا داره یه زاویه قائمه اینجا پس زاویه‌اش قائمه از نوع مجاورش که با هم مساوی درسته من میدونم مماسی که از آ بر دایره ماتی خارجی رسم میشه چقدر نصف محیطه. مماسی که از آ به دایره محاطی داخلی رسم میشه چقدر نصف محیط منهای بسه. پس آ سه پریم مساوی پی منهای بسه آ سه زگون مساوی پی. از طرف دیگه من میدونم که این همزمان با آر کوچیک برابره اینم با آر آ برابره این دوتا رو از هم کم بکنید آر آ منهای آر میشه بسه یعنی هم وتر درسته؟ خب اونو به اون داده بود شیش اینو به اون داده بود یک پس بگیم آقا شیش منهای یک مساوی بسه بسه شد پنج شاه دایره محیطی رو خواسته بود شاه دایره محیطی میشه به سه دوم میشه پنج دوم دو نیم حالا هرچی که تو گزینه ها نوشته دو نیم رو نوشته دیگه اوکیه پس سوال 67 ما عدد دو نیم دست آوردیم یه نکته رو میخوام دوباره مرور کنیم وتر مثلث قای مزاویه دقیقا برابر شد با اختلاف بزرگترین و کوچکترین شعاع دایره محیطی مثلث مزاویه اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین شاه دایره محیطی مثلث قائم مزاویه میشه وتر مثلث اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین داره میشه چی وتر مثلث این هم یه نکته تو مسلس قای مزاویه گفتم مسلس قای مزاویه و دایر معاتیاش انقدر حرف برای گفتن دارن که آلا تمومی نداره خب با من بیاید روی تخته سوال 67 به دست آوردیم دیگه پس گزینه دو رو علامت بزنم سوال 68 میگه اگر در یک مثلث قائم الزاویه فاصله مرکز کوچکترین دایره معاتی تا مرکز بزرگترین دایره معاتی برابر چهار واحد باشد شعاع دایره محیطی کدام است گفتم آقا قائم الزاویه وقتی میگه شعاع دایره محیطی بگو داری میگه وتر دیگه نصف وتر در واقع تو برو وتر رو پیدا کن چی این دفعه گفته فاصله مرکز کوچکترین دایره معاتی تا مرکز بزرگترین دایره معاتی فاصله مرکز کوچکترین دایره ماتی تا مرکز بزرگترین دایره ماتی میگه فاصله اینا چهاره خب باز با من بیاید خب اطلاعات سوالی اینه دیگه این مرکز کوچکترین دایره مواتی اینا مرکز بزرگترین دایره مواتی مسلسل که قائم مزاوی است این فاصله هر رو بچه به من داده چهار واحد من میگم اگه این فاصله چهار واحد باشه شما بیاید در اینجاها عمود بزنید خب یه زوزنقه دیگه این کل شکل زوزنقه است که من ارتفاع کشیدم این اگه چهار باشه به خاطر زاویه یه چهل و پنج درجه اینجا میشه دو رادیکال دو خب همین الان یه چیزی ثابت کردم که در واقع اگه از رأس آ تا محل تماس با اینو حساب کنی تا محل تماس با این یکی حساب بکنی این میشه شاهدار بزرگه این میشه شاهدار کوچیکه اختلاف اینا میشه بسه که دقیقا الان اختلاف اینا میشه دو رادیکال دو دیگه حالا بذارید نامگذاری بکنم این آ به سه اینجا هم سه و سه بگیم آقا سپریم سزگون میشه آ سه آسپریم درسته؟ که باید فهمیدیم با بسه برابره در واقع پی من های های آ شد دیگه شد مساویه بسه خب بنابراین بسه داره میشه دو رادیکال دو شعاع دایره محیطی گفتیم نصف وطره بسه سه دومه میشه رادیکال دو پس سوال 68 من شعاع دایره محیطی مثلث که همون نصف وطره رو دارم چند به دست میارم دارم رادیکال دو به دست میارم با من بیاید 68 گزینه یک درست شد سوال شماره 69 در مثلثی با اضلاع 5 5 8 فاصله مرکز دایره محیطی تا مرکز سقل چقدره مرکز دایره محیطی تا مرکز سقل مرکز دایره محیطی کجا بود؟ بله امرسی عمود منصفه. مرکز سقل کجا بود؟ گفتیم آقا باید میانه بکشی روش نسبت دو به یک ایجاد بکنیم. خب با من بیاید. من اگه مسلسی دارم که از پنج پنج هشته پس ارتفاع بکشم. خب وقتی ارتفاع بکشم اینا میشن چهار و چهار. درسته؟ و اینم که طبیعتا میشه سه دیگه. اگه فرض بکنیم که او مرکز دایره محیطیه آ او شعاع دایره است شعاع دایره است و با چی برابر بود با مثلا آ سه تقسیم بر دو تا سینوس بی برابر بود دیگه آ سه پنجه دو تا سینوس بی هم که میشه سه پنجه میشه بیست و پنج شیشو. یعنی مثلا میشه چهار و خورده ای یعنی نقطه او میفته بیرون ولی خب حالا خیلی هم جای نگرانی نداره میخوام یه چیز دیگه بگم میخوام بگم که شما قرار بود فاصله نقطه او تا جی رو پیدا بکنید دیگه من آ او رو پیدا کردم بعد آ جی هم که در واقع دو سوم آ دیگه آ جی دو سوم آ که میشه دو بنابراین جی او یعنی فاصله محل همرسی عمود منصف ها تا محل همرسی میانه‌ها ها جی محل میانه ها او محل امرسی که روی یه خط هم هستن. میشه چقدر بگیم آقا میشه 20 آ او بس بنویسم اول آ او آ... من, آ... 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 من های آ... جی. یعنی 25 ششم من های دو میشه 13 ششم درسته این 12 ششم کم بکنیم میشه 13 ششم میخوام بگم که خیلی فرقی نمیکرد بچا بدونید نقطه او داخله یا بیرونه چون من قرار بود چیکار کنم آآ رو حساب کنم آجی رو حساب کنم اصلا کم بکنم دیگه آآ شوهای دایره آجی هم که دو سه میانه و دیگه بقیهش بره تا آخر فقط یه چیز عوضتون باشه اگه مثلث متصاویه ساقه نبود نمیشد این کار رو کرده این فقط برای مثلث متصاویه ساقه اینه که معنی پیدا میکنه چون میدونید که آجی و آرویه خطن خب همشون رو عمود منصفه به سه قرار دارن اگه مثلثی باشه مختلف الاضلاع این به این راحتی پیدا شدنی نیست میگم مگه اینکه مثلث خاص باشه یه مثلث ساقه باشه قائم الزاویه باشه توی این مثلثا میشه اینا رو حساب کرد یه مثلثی هم تو سه تا زلش رو به ما بدن به این راحتی نیستش که ما بریم این فاصله مرکز صفر تا محل همرسی عمود منصف ها یا به اصطلاح مرکز دایره محیطی رو چیه پیدا بکنیم چون روی خط بود رفتیم جلو بازم میگم اینکه بدونید نقطه او بیرون یا داخله خیلی تأثیری تو حل این سوال نداره ولی الان میدونیم نقطه او بیرونه در واقع مثلث 3 4 5 باشه این زاویه رو به به 4 تقریبا 53 دیگه جمع اینا میشه مثلا حدود 106 درجه پس این زاویه منفرجش معلومه بعد مرکز دایره میافتاد بیرون ولی دیگه خیلی درگیر اون نشدیم گفتیم آقا آ او شعاع دایره است به دست اومد آ هم که 2/3 ارتفاع یا 2/3 میان است به دست اومد از هم کم کردیم و جواب پیدا شد پس سوال 69 با توجه به محاسبات ما جواب گزینه یه چهار درست میشه خب بریم سوال هفتاد در مسلسی و از لسه پنج فاصله نقطه تقاطع عمود منصف ها از زل کوچکتر چقدر است؟ خب مسلسه سه 4, پنج که قائم مزاویه است دیگه گفتم آقا وقتی مسلس قائم مزاویه شد دیگه همه چیز خیلی آسون میشه ما محاسبات ما خیلی کمتر میشه تو مثلث 3 4 5 که قائم زاویه است نقطه تقاطع عمود منصف ها میشه وسط وتر انگار داره میگه فاصله وسط وتر از زل کوچیکتر چقدره خب با من بیاید این مثلث 3 4 5 بیاید رو تخته بچه ها سه چار پنج. محل همرسی عمود منصف ها کجاست؟ وسط بسه فاصله شو تا زل کوچیکتر میخوایم خب میتونیم بگیم اگه حالا مثلا این نقطه اسمش اچ باشه اینم چهار بود پنج بود دیگه او OH اچ طبق قضیه یه تالس میشه یک دوم آسه چهار تقسیم بر دو میشه دو اگرم فاصله شد تا این یکی زل میخواست میگفتیم میشه یک دوم آبه میشه مثلا سه دوم اگرم فاصله شد تا وتر میخواست طبیعتا صفر میشد دیگه درسته؟ خواست درست میشه اینارم پیدا کرد خیلی چیز عجیب غریبی نیستش به هر ترتیب ما میتونیم فاصله مرکز دایره محیطی تا ازلا مستسقاه مزاویه رو پیدا بکنیم. تا بقیه هم باز تاکیدم اینه اگه مثلا متصف ساقین باشه که البته یه نمونه تستش هم دیدید میشه یه جوری حل کرد اگه متصفه ازلا باشم که دیگه خیلی واضحه ولی اگر غیر از اینا باشه یه ذره سخته که بخوایم فاصله مرکز دایره محیطی رو تا وسط فاصله مرکز دایره محیط رو تا ازلای مثلث پیدا بکنیم یه ذره درد سر داره شدنیه اینجوری نیست که شدنی نباشه ولی یه ذره درد سر داره دیگه از هیته محاسباتی که ما دنبالش هستیم داره دور میشه ما دیگه انقدر قرار نیست خودمون رو درگیر موضوع بکنیم خب پس سوال هفتاد با محاسباتی که ما انجام دادیم گزینه سه به دست اومد دیگه بریم جلوتر سوال هفتاد و یک در مسلس آبسه که میگه آسم از آب بزرگتره زل بسه را از هر دو طرف به اندازه های بده مساوی به آ و سه ای مساوی سه آ امتداد میدهیم مرکز دایره محیطی مسلس آده ای بر روی کدام جزء مسلس آبسه واقع است؟ خب اول بریم یه شکل بکشیم بفهمیم کلا سوال چی داره میگه این مسلس آبسه خوبه؟ ما زل بد رو از طرف ب به اندازه آب از طرف سی به اندازه آسه امتداد دادیم شد مسلس آده ای من این هم وصل بکنم خب مرکز دایره محیطی این مسلس کجاست؟ محل امرسی عمود منصف ها شدیه کلا مرکز دایره محیطی کجاه؟ محل امرسی عمود منصف ولی من اینجا یه نکته خیلی خاصی وجود داره شما اگه بخواید عمود منصفه آده رو بکشید این مثلثه متساوی و ساقینه آده به متساوی و ساقین است بعد وقتی, وقتی که این مثلث متساوی و عمود منصف آده نیمساز زاویه آبده است درسته؟ عمود منصف نیمساز زاویه آبده هم هست حالا این امتداد بده دوباره این طرف مثلث آسعی هم متصفی ساقه اینه دیگه بنابراین عمود منصف آی نیمساز زاویه آسعی است خب پس اینم عمود منصفش بکشی انگار نیمساز زاویه آسی رو داری میکشی خب بعد بچه ها زاویه آسعی مگه نیمساز خارجی آ نیست زاویه آبده نیمسازش مگه نیمساز خارجی آ نیست پس این دو تا نقطه چینایی که من دارم میکشم چی هن؟ عملا دارم نیمساز خارجی ب و سه رو از مثلث آبسه میکشم نیمساز خارجی ب نیمساز خارجی سی کجا هم دیگر قطع میکنن هر جا هم دیگر قطع میکنن مرکز داره معاطی خارجی رو به رو به آه, آه که نیمساز داخلی آ هم ازش میگذره درسته؟ پس محل برخورد عمود منصفهای های و آی همان نقطه همرسیه دو نیم خارجی به سه برای مثلث آب است که حتما روی نیم آ قرار دارد خیلی چیز خفنی شد نه؟ فهمیدیم که عمود منصف آده نیمساز خارجی عمود منصف آی نیمساز خارجی نیمساز خارجی و نیمساز خارجی کجا هم دیگر رو قطع میکنن؟ روی نیمساز داخلی آ بنابراین مرکز دایره محیطی این مثلث بر روی کدام جز واقع است مرکز دایره محیطی این مثلث بر روی نیمساز زاویه به آسه واقع است درسته پس با من بیاید روی تخته گفته بود برای کدام جز واقع است نیمساز داخلی زاویه آ پس سوال 71 ما گزینه چهار رو علامت بزنیم سوال شماره هفتا دو, دو در مثلث ABC ضلع BC را از طرف B به اندازه AB تا نقطه B پریم و از طرف C به اندازه AC تا نقطه C پریم امتداد می‌دهیم اگر او مرکز دایره محیطی مثلث A پریم B پریم C پریم باشد کدام گزینه لزوما صحیح نیست آ او نیمساز است این زاویه ها با هم برابرند اینو همون عمود منصفه بریم اول شکل بکشیم ببینیم چی از توش در میاد خب شکلی که سوال بهمون داده بود دیگه آقا آبه رو به اندازه سه رو به اندازه آبه امتداد دادیم به پریم از اون طرف اندازه آسه امتداد دادیم سه پریم مثلث آبه پریم سه پریم اینم دایره محیطی این مثلثه چی فهمیدیم بچه ها؟ فهمیدیم که وقتی عمود منصف آب پریم رو میکشی میشه نیمساز خارجی ب عمود منصف آس پریم رو میکشی میشه نیمساز خارجی سه و این نقطه روی نیمساز داخلی آ قرار داره نقطه او روی نیمساز داخلی آ قرار داره یعنی اگه از آب به او وصل بکنیم نیمساز زاویه آ از مثلث آب سه خب ای بابا چرا اینقدر کج میکشم من نیمساز زاویه آ از مثلث آب سه خب این تا اینجا حالا سوال گزیناش یک یکی با هم مرور کنیم ببینیم چی داره میگه گزینه یک میگه که آ او نیم ساز زاویه به است خب این که درسته آ او نیم سازه میگه زاویه او آ با زاویه او به پریم ب برابره او آ ب او به پریم به او آب او ب. خب حالا ببینیم واقعا برابره یا نه اگر شما بیایید نقطه بپریم رو هم به مرکز دایره وصل بکنید خیلی راحت ثابت میشه این دوتا مثلث هم نهشتن این مثلث و این مثلثی که هاشور سبز میزنم چرا با هم هم نهشتن؟ ببینید مثلث او آ ب و مثلث او پریم با هم هم نهشتن دلیل هم نهشتیشون خب یه زل مشترک که دارن او ب. یه زل هم که او آ و او به پریم شعاع دایره است این دوتا هم که خودم برابر گرفتن پس به حالت سه زل این دوتا مثلث با هم چی هم و خب پس طبیعتا این زاویه با این زاویه برابر میشه این که معلوم گزینه بعدی نوشته او آ سه مساوی او سه پریم سه خب باز من دوباره وصل بکنم ببینیم داره راجع چی صحبت میکنه او آ سه او سه پریم این زاویه با این زاویه خب بازم معلومه چرا برابرن این دفعه مثلثایی که بنفش رنگ هاشور میزنن با هم هم نشتن نگاه کنید این دو تا مثلثو این دو تا مثلث با هم هم نشتن دوباره بازم به حالت سزل چرا میگم به حالت سزل بچه ها؟ به خاطر اینکه دوباره ببین اوسه مشترکه او آ و او سپریم شوهای دایران با هم برابرن سه سپریم و آسم که خودمون مساوی کشیدیم پس دوباره مثلث او آ سه هم همنهشت میشه با مثلث او سه پریم سه باز دوباره به با حالت سه زل خب پس اون زاویه هم که سوال گفته با هم برابر میشه حالا یه سه من اضافه کنم خود این دوتا تا زاویه هم با هم برابرن چون این نیم ساز آه هم. پس زاویه های بنفش هم با زاویه های سبز بازم با هم برابرن و در واقع هر کدوم از این دوتا تا زاویه نصف زاویه ی آه آره هم. هم زاویه ی بپریم هم زاویه سپریم هر کدومشون نصف زاویه آ هم هستن یعنی اینم دوباره خودش یه ویژگی بیشتر خب ولی گزینه چهار میگه که آ او عمود منصف بپریم سپریمه نه این دیگه حرف درستی نیست آ او عمود منصفه بپریم سپریم نیستش در واقع اگه آ او بخواد عمود منصفه به پریم باشه باید فرض بکنید که مثلث اصلیتون متساوی و چون نیم سازه دیگه اگه عمود منصفم باشه عمودم باشه این مثلث باید متساوی و ساغین باشه ما مسلس اولیمون آ به که رست کردیم که متساوی و ساغین نبود دیگه بنابراین آ او عمود منصفه بپریم پریم در حالت کلی نیست اگر باشه باید نتیجه بگیریم که آب و آسه با هم چی که خب آب و آسه با هم برابر نیستن پس این اتفاق نیافتاده بنابراین اگه با من بیاید روی تخته بچه ها سوال هفتاد دو گفته بود کدام گزینه لزوما صحیح نیست آ او که فهمیدیم نیم سازه اینا هم که با هم مثلث ثابت کردیم این دو تا زاویه برابرن این دو تا زاویه هم که با هم مثلث ثابت کردیم برابرند، آو هم گفتیم فقط تو حالتی همون منصفه بپریم سپریمی که مستنس آبسه مستنس آبسه ساقه این باشه برمانی این گزینه چهار لزوما حرف درستی نخواهد بود پس هفته دو دو ما گذینه چهار رو حرف مزنیم